درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 19 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 28 آذر ماه سال 1402 خورشیدی. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که این برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی امروز شنبه 28 آذر ماه حاضر نشد، در جلسه رسیدگی به پرونده باز شده برای او در دادگاه انقلاب شرکت کند. بر اساس اعلام صفحه کاربری او در اینستاگرام، نرگس محمدی دادگاه انقلاب را کشتارگاه جوانان این سرزمین خواند و گفت برای قضات وابسته به نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی اعتبار و اقتداری قائل نیست که بخواهد در آن شرکت کند. مستقل نبودن قوه قضاییه، غیر قانونی بودن دادگاه انقلاب، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و غیر علنی و برخوردار نبودن متهمان از حق دفاع از دیگر دلایل خودداری نرگس محمدی از شرکت در جلسه محاکمه است. نرگس محمدی اعلام کرد از حضور در دادگاهی که محسن شکاری را فقط برای یک اعتراض مدنی به دارابیخت و 8 جوان معترض جنبش باشکوه زن زندگی آزادی را اعدام کرد خودداری می کند. به گفته او جوانان معترض اتوبوس از زندانها روانه این شعبات و به ظالمانه ترین احکام محکوم شدند. نرگس محمدی زندان را حربه حکومت استبدادی خواند و گفت این روش در مقابل اراده زندانیان شجاع به زانو در آمده است. به تاکید کرد که دیوارهای ترک خورده زندان استبداد توان بریدن صدای زندانیان را ندارد. دادگاه استیناف در استکهلم رأی دادگاه بدبی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 تایید کرد. 452 کنشگر و فعال مدنی تایید حکم نوری را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی توصیف کردند. حمید نوری 23 تیر ماه سال 1401 با رأی دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم به 2 اتهام جنایت جنگی و قتل حکم حبس ابد گرفته بود که در سوئد برابر با 25 سال حبس است. علاوه بر حبس ابد، حمید نوری به پرداخت غرامت به خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد بعد از پایان حبس خود محکوم شده است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد که ممکن است سمیرا سبزیان، کودک همسری که به اتهام قتل شوهرش به قصاص و مجازات مرگ محکوم شده، روز چهارشنبه 29 آذر ماه اعدام شود. قرار بود که این حکم اعدام 22 آذر ماه به اجرا گذاشته شود که اجرای آن برای یک هفته به تعویق افتاد. امیر مقدم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این مرحله تنها واکنش‌های شدید بین‌المللی و کارزارهای مردمی می‌توانند جان سمیرا سبزیان را نجات بدهند. وی از همه دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواست قبل از اینکه خیلی دیر شود مصرانه خواستار توقف اعدام سمیرا شوند. در حالی که مسئولان وزارت نفت از بازگشت به چرخه سرویس دهی در جایگاه‌های ارزای سوخت خبر می‌دهند، گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده عدم ارزای بنزین سهمیه‌ای در بسیاری از جایگاه هاست، به طوری که رسانه‌های رسمی از افزایش قیمت بنزین آزاد به 35 هزار تومان خبر می‌دهند. کانال تلگرامی روزنامه فرهیختگان با بازنشر گزارشی نوشت که با مشکلات به وجود آمده در حوزه سوختگیری، برخی از افراد نیاز به بنزین سیار دارند. در این میان شرکت‌هایی با فروش گالونی بنزین به صورت سیار اقدام به دریافت بخش‌های عجیب و غریب می‌کنند. آنطور که در این گزارش آمده 10 لیتر بنزین در محدوده قیمتی 250 الی 350 هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که قیمت بنزین آزاد در ایران 3000 تومان است. گزارش‌های مردمی دیگری هم منتشر شده که نشان می‌دهد بنزین سیار توسط برخی شرکت‌ها به قیمت 15000 تومان عرضه می‌شود. جعفر سالاری نسب
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جمهوری اسلامی در برنامه تلویزیونی مدعی شد که کل جایگاه‌های ارزی سوخت در سراسر کشور به صورت دستی عملیاتی شدند. او در ادامه ادعای خود گفته است که با اقدامات انجام شده هم‌اکنون 40% جایگاه‌های کشور این قابلیت را دارند که فرایند سوختگیری را با استفاده از کارت سوخت انجام بدهند. هک سیستم سوخت رسانی در ایران روز دوشنبه 27 آذر ماه رخ داد و به نوشته تایمز اسرائیل یک گروه هکری موسوم به گنجشک درنده که قبلا با اسرائیل مرتبط بود ادعا کرد که در یک حمله سایبری پمپ بنزین ها را در سراسر ایران فلج کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه از بازنگری در بودجه سال آینده و اصلاحات اساسی در آن خبر داد و گفت که هزینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و جداولی در رابطه با بخشی از مصارف بودجه دیده شده است. در پی رد کلیات بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1403 در هفته گذشته، دولت با انجام برخی اصلاحات نسخه تازه بودجه را به مجلس فرستاد و طبق اعلام هیئت رئیسه کلیات این بودجه احتمالاً روز چهارشنبه به رأی نمایندگان مجلس گذاشته خواهد شد. تحلیلگران بر این باورند که دولت با اصلاح مواردی همچون همسانسازی حقوق بازنشستگان در آستانه انتخابات به نفع نمایندگان کار کرده و در عوض موارد دیگری از جمله میزان افزایش مالیات و افزایش حقوق تغییری نخواهد کرد. در حالی که گران شدن تخم مرغ در روسیه به یکی از مهمترین مسائل روز در این کشور تحت تحریم تبدیل شده، مقامات روسی از تصمیم خود برای وارد کردن تخم مرغ از ترکیه و ایران خبر دادند. بر اساس داده‌های رسمی، قیمت تخم مرغ در روسیه از ابتدای ماه جاری میلادی 4% و از آغاز سال جاری میلادی بیش از 46% رشد داشته و دادستانی کل روسیه اعلام کرده که در این باره تحقیق می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گرانی گوشت سفید و تخم مرغ را شکستی در کار دولت نامید و بابت آن عذرخواهی کرد. یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تخم مرغ در روسیه اعلام کرده که به دلیل سربازگیری و مهاجرت بعد از آغاز جنگ اوکراین 1/3 کارمندان خود را از دست داده است. یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی واردات از ایران توضیح می‌دهد که هیچ یک از کشورهایی که روسیه آنها را دوست می‌داند به دلیل چالش‌های ترابری و تدارکاتی و اختلاف نرخ ارز نمی‌توانند تخم مرغ ارزان قیمت به روسیه بفروشند. وزیر بازرگانی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به خبرنگاران گفته است که انتظار می‌رود عمده تخم مرغ از ترکیه و ایران به روسیه وارد شود، چرا که به گفته او در این دو کشور دوست روسیه بهای تخم مرغ حتی با توجه به هزینه حمل و نقل قابل رقابت است. بینندگان ارجمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866 900 9001.
اگر تا حالا برنج‌های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. به ادامه خبرها جلب می کنم. رئیس جمهوری اسرائیل امروز شنبه از آمادگی این کشور برای دور جدیدی از وقفه در جنگ با گروه افراطی حماس خبر داد. اسحاق هرزوگ در جمع سفیران خارجی گفت اسرائیل برای یک وقفه بشردوستانه دیگر و کمک‌های امدادی بیشتر به منظور رسیدن به آزادی گروگان‌ها آماده است. او در این حال افزود که مسئولیت رسیدن به این توافق کاملا بر عهده یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه و سایر رهبران این گروه است. گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه حملات راکتی از نوار غزه به اسرائیل را از سر گرفت و به گزارش ارتش این کشور آژیرهای خطر در شهر تل‌آویو به صدا درآمد. گردان‌های زادین قاسم، شاخه نظامی حماس، مسئولیت این راکت پراکنی را بر عهده گرفت. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این حملات راکتی منتشر نشده است. بر اساس ارزیابی‌های رسمی، از 15 مهر ماه که حماس به خاک اسرائیل حمله کرد تا کنون بیش از 12500 راکت به سمت اسرائیل شلیک شده است. این در حالی است که وزارت بهداشت غزه زیر نظر حماس میگوید آمار کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه از مرز 20000 تن گذشت. ارتش اسرائیل همچنین امروز شنبه اعلام کرد که بعد از آنکه از جنوب لبنان راکتی به سمت شهر مرزی متولا شلیک شد و در زمین خالی فرود آمد، به اهدافی در لبنان حمله کرده است. گروه شبه نظامی حزب الله که مورد حمایت ایران است، مسئولیت حمله راکتی را بر عهده گرفت و در مقابل اسرائیل گفت به زیرساخت‌های این گروه شامل انبارهای اسلحه حمله هوایی کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که موفق به کشتن یک حامی مالی حماس در عملیاتی که هدفمند توصیف کرد شده است. در این بیانیه نام این فرد صبحی فروانه و محل کشته شدن او مرکز شهر رفح در جنوب غزه اعلام شده است. ارتش اسرائیل نوشته است که با نابودی این افراد و سازمان‌ها توانایی نظامی حماس هم کاهش می‌یابد. یک روز بعد از اعلام تشکیل یک گروه دریایی چند ملیتی جدید به رهبری ایالات متحده برای حفاظت از کشتی‌های تجاری، لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده امروز شنبه حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را بار دیگر محکوم کرد. آستین که در بحرین در جریان یک نشست مجازی وزیران در خصوص امنیت دریای سرخ با نمایندگان 42 کشور دیگر صحبت می‌کرد، گفت که حملات بی‌ملاحظه اخیر حوثی‌های یمن یک مشکل جدی بین‌المللی است و این حملات نیازمند پاسخ قاطع بین‌المللی هستند. آستین همچنین از کشورهای شرکت کننده دعوت کرد تا به محکومیت عمومی اقدامات حوثی‌ها بپیوندند و در گشت‌های بین‌المللی برای تضمین آزادی دریانوردی برای همه کشورها شرکت کنند. نیروهای حوثی در یمن کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دهند و ادعا می‌کنند که این حملات به عنوان انتقام از اسرائیل به دلیل جنگ با حماس است. سناتور میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا روز دوشنبه تا یه سخنانی در صحن سنا
حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ را تهدید تروریستی ایران و چالشی برای آزادی کشتیرانی دانست و دولت آمریکا خواست که در این زمینه جدی‌تر وارد عمل شود. او با اشاره به حملات حوثی‌های یمنی به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ، این اقدامات را نشانه‌ای از گستاخی روزافزون نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دانست و نسبت به خطر جدی این حوادث برای اقتصاد جهانی هشدار داد. یک روز بعد از اعلام خبر تشکیل یک گروه دریایی چند ملیتی جدید به رهبری ایالات متحده برای حفاظت از کشتی‌های تجاری، گزارش‌هایی از یک تلاش ناموفق دیگر برای رابودن کشتی‌ها در نزدیکی سواحل یمن منتشر شده است. شرکت امنیتی بریتانیایی آمبری روز سه‌شنبه 28 آذر ماه اعلام کرد که اطلاعاتی را درباره تلاش احتمالی برای ورود قهری به یک شناور در غرب شهر بندری عدن در یمن دریافت کرده و افزوده است که این حمله ناموفق بوده و همه خدمه در سلامت هستند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 12 بسته تحریمی خود علیه روسیه را به تصویب رساند، با این تفاوت که این بار به طور ویژه ممنوعیت واردات الماس روسیه به اتحادیه اروپا را هم در بر می‌گیرد. در واقع کشورهای اتحادیه اروپا در روز جمعه و در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا این بسته تحریمی جدید را تصویب کرده بودند، اما به دلیل ملاحظاتی که اتریش در آن موقع داشت اما اکنون برطرف شده، امکان تصویب رسمی آن وجود نداشت. این ممنوعیت ها قرار است که از همین ماه ژانویه بر الماس ها و جواهرات طبیعی یا مصنوعی وارداتی از روسیه اعمال شود و در ادامه هم آن دسته از الماس های روسی که در کشورهای دیگر تراش داده می شوند هم از سپتامبر سال 2024 ممنوع خواهند شد. این 12 بسته تحریمی اتحادیه اروپا از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه سال 2022 است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان رسما اجازه داد تا کشیش‌ها برای زوج‌های همجنس مراسم مذهبی برگزار کنند. سند جدید که واتیکان منتشر کرده یک تغییر بسیار رادیکال در کلیسای کاتولیک به شمار می‌رود و جنجال‌های زیادی را هم به همراه داشته است. این سند به تفصیل نامه‌ای را که پاپ فرانسیس برای دو کاردینال محافظه‌کار فرستاده توضیح می‌دهد. در این نامه پاپ آنها پیشنهاد کرده که برای اینکه مراسم برای زوجهای همجنس با مراسم ازدواج مقدس اشتباه گرفته نشود، میتوان آن را برگزار و برای زوجها آرزوی برکت در زندگی کرد. در این سند جدید باز هم تکرار شده که ازدواج یک مراسم مقدس مادام العمر بین زن و مرد است. در بخش دیگری از این سند و بر اساس اشاره پاپ فرانسیس استدلال شده که اصطلاح برکت در کتاب مقدس تعریف گسترده‌ای دارد و افرادی که به دنبال رابطه متعالی با خدا و محبت و رحمت او هستند نباید برای دریافت آن با پیش شرط‌هایی روبرو شوند. سند جدید واتیکان تازه ترین اقدام پاپ فرانسیس برای نشان دادن انعطاف کلیسای کاتولیک در برابر دگرباشانی جنسی است. رانندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید.
وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. زمین لرزه‌ای با قدرت 6.2 که نیمه شب دوشنبه 27 آذر ماه در یکی از استانهای شمال غربی چین رخ داد، بیش از 127 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این زمین لرزه‌ای قوی در استان گانسو در شمال غربی چین در منطقه دور افتاده و کوهستانی رخ داد که هم مرز با تبت است که منطقه زلزله خیز است. گرچه بلافاصله بعد از وقوع زمین لرزه نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند، با این حال هوای سرد و زمستانی زیر صفر کار امداد و نجات زلزله زدگان را دشوار کرده است. یک کوه آتش فشان در ایسلند بعد از وقوع زمین لرزه های پیاپی در نزدیکی پایتخت این کشور شروع به فوران کرد. اداره هواشناسی ایسلند در گزارشی اعلام کرد که این کوه آتش فشان واقع در جنوب ریکیاویک بعد از چندین هفته زمین لرزه متوالی فوران کرده است. بنا به این گزارش، حدود ساعت 21 روز گذشته یک سلسله زمین لرزه کوچک این منطقه را تکان داد و سپس در ساعت 22:17 دقیقه فوران آتش فشانی آغاز شد. به گفته اداره هواشناسی ایسلند، به نظر می رسد که قدرت فوران این کوه آتش فشان در حال کاهش باشد. ناسا سازمان فضایی آمریکا اعلام کرد که موفق شده برای نخستین بار تصویر ویدیویی را از یک فضاپیمای خود که در اعماق فضا در سفر است به زمین بفرستد. این موفقیت از این پس ارسال بسته‌های سنگین اطلاعاتی نظیر فیلم و ویدیو را برای ماموریت‌های پیچیده‌ای مانند سفر انسان به مریخ امکان پذیر می‌کند. ویدیوی ناسا از کاوشگر سایکی که برای اکتشاف یک شیء مرموز فلزی عازم کمربند اصلی سیارک‌های بین مریخ و مشتری است به زمین فرستاده شده است. سایکی در زمان ارسال ویدیو با ما فاصله 80 برابر فاصله زمین و ماه داشته است. ناسا روز دوشنبه اعلام کرد که این ویدیوی آزمایشی که از بازی یک گربه گرفته شده از طریق یک سامانه ارتباطی که با لیزری بسیار پیشرفته کار می‌کند از فاصله 31 میلیون کیلومتری فرستاده شده و تلسکوپ هیل در کالیفرنیا آن را با کیفیتی بالا دریافت کرده است. ماموریت‌های فضایی تاکنون تنها با امواج رادیویی با زمین تماس می‌گرفتند و آزمایش ارتباطات از طریق لیزر از محدوده بین ماه و زمین فراتر نرفته بود. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.